سلام به همه دوستان عزیز کانال دکتر خوب. امروز میخوام در مورد موضوعی صحبت کنم که خیلی مهمه و به سلامتی همه ما مربوط میشه. همونطور که میدونید سرطان یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها توی دنیاست و تشخیص زودهنگامش میتونه خیلی مهم باشه. توی این ویدیو میخوایم به 10 تا از مهمترین علامت‌های هشدار دهنده سرطان بپردازیم. با دونستن این علامت‌ها میتونیم زودتر متوجه این بیماری بشیم و برای درمانش اقدام کنیم. فقط هم شامل خودمون نمیشه ها، این علامت ها رو اگر توی اطرافیان هم دیدیم باید بهشون توصیه کنیم و یادآوری کنیم بهشون که برای تشخیص زود هنگام پزشک مراجعه کنن. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تا با این 10 تا علامت آشنا بشید. اولین مورد تغییر در عادات روده و مثانه هست. اولین علامت هشدار دهنده سرطان که میخوایم بهش بپردازیم تغییر در عادات روده و مثانه هست. این تغییرات میتونه شامل این موارد باشه: اسهال یا یبوست، یعنی اگر بدون دلیل مشخصی دچار اسهال یا یبوست شدید، یا الگوی اجابت مزاجتون به طور کلی تغییر کرده، میتونه نشونه یکی از سرطان باشه. مثلا یکی از میگه من 3 روز یه بار میرفتم دستشویی، یکی میگه نه من روزی 3 بار میرفتم دستشویی. تغییرش برای ما مهمه. خون دیدن توی مدفوع، وجود خون توی مدفوع چه به صورت قرمز روشن چه به صورت تیره یا به صورت مخفی که با آزمایش مشخص میشه، میتونه نشونه یکی از سرطان روده بزرگ، رکتوم یا معده باشه. تغییر در رنگ ادرار، ادرار تیره یا خونی میتونه نشونه یه سرطان مثانه، کلیه یا پروستات باشه، مخصوصا اگر بدون درد باشه. تکرر ادرار، اگر بدون دلیل مشخصی باید بیشتر از حد معمولتون ادرار کنید یا شبها به صورت متعدد از خواب بیدار میشید تا برای دفع ادرارتون اقدام کنید، میتونه نشونه یه سرطان مثانه یا پروستات باشه. بی اختیاری ادرار، بی اختیاری ادرار چه به صورت قطره یا ناگهانی میتونه نشونه ای از سرطان مثانه یا پروستات باشه. علامت بعدی زخم‌های پوستی هستند که التیام پیدا نمی‌کنند. زخم‌های پوستی که به طور مزمن باز می‌مونند و التیام پیدا نمی‌کنند میتونه نشونه ای از انواع مختلف سرطان پوست باشه. خصوصیات این زخم‌ها میتونه شامل این موارد باشه: زخمی که بدون دلیل مشخصی ایجاد شده و به مرور زمان داره بزرگتر میشه، زخمی که لبه های برجسته سفت یا نامنظم داره، زخمی که دردناک باشه، خارش داشته باشه یا خونریزی کنه، و زخمی که ترشح داره برای ما خطرناک محسوب میشه. علامت بعدی تغییر در ظاهر سینه ها هستن. خانوما باید به طور مرتب سینه هاشون رو معاینه کنن و هر گونه تغییر توی ظاهر اونها رو بررسی کنن. تغییراتی که میتونه نشونه ای از سرطان سینه باشه شامل این موارده: توده یا برآمدگی توی سینه، هر گونه توده یا برآمدگی جدید توی سینه که چه در بافت خود سینه چه زیر پوستش باشه میتونه نشونه ای از سرطان سینه باشه که باید شاخک‌های ما رو تیز کنه برای اینکه این هشدار رو در نظر بگیریم برای آزمایشات و تشخیص بیشتر. تغییر در پوست سینه، این تغییرات میتونه شامل قرمزی پوست، پوسته شدن، چروک شدن یا فرو رفتگی پوست باشه که همگیشون برای ما مهمه. ترشح از نوک سینه، ترشح شفاف، خونی یا چرکی که از نوک سینه هم بیاد میتونه نشونه یه سرطان باشه. و تغییر در شکل یا اندازه سینه، اگر متوجه شدید که یکی از سینه هاتون بزرگتر یا کوچکتر از دیگری شده یا شکلش تغییر کرده، میتونه نشونه ای از سرطان باشه. و در آخر درد نوک سینه، درد نوک سینه به خصوص اگر مداوم باشه این درد، میتونه نشونه ای از سرطان باشه. چهارمین علامت سوء هاضمه و مشکل توی بلعیدنه. سوء هاضمه و مشکل توی بلعیدن میتونه نشونه های مختلفی داشته باشه، اما در برخی از موارد میتونه علامتی از سرطان مری، معده یا لوزالمعده باشه. این علائم میتونه شامل این موارد باشه: سوزش سر دل و ترش کردن. اگر به طور مرتب دچار سوزش سر دل و ترش کردن میشید یا این علائم شدیدتر شده، میتونه نشونه ای از سرطان باشه. مشکل توی بلعیدن به نظرم مهمترین بخششه. اگر در بلع غذا یا مایعات مشکل دارید، به خصوص اگر احساس میکنید که غذا در گلو یا سینه‌تون گیر کرده، میتونه نشونه ای از سرطان باشه. نه که یه بار اتفاق بیفته، نه، این درد مداومه، یعنی با کوچکترین چیزی که میخورید ساعتها درد دارید و نمیتونید به راحتی چیزی رو قورت بدید. سیری زودرس، اگر بعد از خوردن مقدار کمی غذا احساس سیری میکنید، میتونه نشونه ای از سرطان باشه. حالت تهوع استفراغ، حالت تهوع استفراغ مداوم به خصوص اگه با خون همراه باشه، میتونه نشونه ای از سرطان باشه. معمولا مثلا توی سرطان مری ما این علامت رو میبینیم.
کاهش اشتها. اگه بدون دلیل مشخصی اشتهاتون رو از دست دادید میتونه نشونه ای از سرطان باشه. و در آخر کاهش وزن بدون دلیل. اگر بدون تغییر توی رژیم غذایی یا برنامه ورزشیتون ناگهان وزن کم کردید میتونه نشونه ای از سرطان باشه. مثلا 10 کیلو رو توی یک ماه کم کردید، این واقعا خطرناکه. اگر اطرافیانم هم همچین علامتی دارن حتما باید جدی بگیرن. لطفا همینجا لایک رو بزنید، چون کمک میکنه افراد بیشتر این ویدیو ببینن. لایک کردن شما تنها راهیه که نشون بدید که به این محتوا چه توجه ویژه‌ای داشتید و یوتیوب متوجه این قضیه بشه و این رو به افراد بیشتر نشون بده. علامت پنجم، گرفتگی صدا و تغییر توی صدا. گرفتگی صدا و تغییر صدا میتونه نشونه های مختلفی داشته باشه، اما توی بعضی از موارد میتونه علامتی از سرطان حنجره یا ریه باشه. این علائم میتونن شامل این موارد باشن. اگر صداتون برای چند هفته یا بیشتر گرفته باشه میتونه نشونه ای از سرطان باشه. اگر مدام احساس خشکی یا گزگز توی گلوتون دارید میتونه نشونه سرطان باشه. اگر سرفه‌ای دارید که بیشتر از چند هفته طول کشیده یا سرفه‌تون خلط خونی داره میتونه نشونه ای از سرطان باشه. و اگر در حین صحبت کردن احساس درد دارید میتونه نشونه ای از سرطان باشه. اگر توی تنفس مشکل دارید، به خصوص اگر همراه با گرفتگی صدا باشه، میتونه علامت هشدار دهنده سرطان باشه. ببینید، سرطان حنجره توی کسایی که بیشتر از حنجرهشون استفاده میکنن بیشتر اتفاق میفته، چون مدام در حال تحریک حنجره هستیم. به خاطر همینه که مثلا شنیدید، نمیدونم حالا چقد حقیقت داشته باشه، هایده سرطان حنجره داشته و فوت کرده. در صورت افرادی که زیاد از حنجرهشون کار میکشن و این علائم رو داشته باشن براشون خطرناکتر هست. مورد ششم، درد غیر قابل توضیحه. درد میتونه علامت بسیاری از بیماری های مختلف باشه، اما توی بعضی از موارد میتونه نشونه سرطان هم باشه. دردی که میتونه نشونه سرطان باشه معمولا داره این خصوصیاته: دردی که بدون دلیل مشخص باشه و از بین نمیره، دردی که به مرور زمان شدیدتر داره میشه، دردی که در شب یا موقع استراحت بدتر میشه و بهتر نمیشه، دردی که با علائم دیگه مثل خستگی، کاهش وزن یا تب باشه. و مکانش هم برای ما مهمه ها. بعضی از مکانهایی که ممکنه درد مرتبط با سرطان باشه شامل استخوانها، عضلات و موارد دیگه هستن. توی درد استخوانی ما زنگ هشدارمون شدیدتر هست، ممکنه متاستاز سرطان از جاهای دیگه بدن باشه، مثلا سرطان لوزالمعده باشه که به استخوان زده. درد عضلانی هم میتونه نشونه ای از انواع مختلف سرطان باشه، از جمله سرطان سارکوم. و درد شکمی هم میتونه نشونه ای از سرطان پانکراس، معده یا روده بزرگ باشه. اگر دردتون توی سر هست، یعنی سردرد شدید و مداوم دارید، میتونه نشونه ای از تومور مغزی باشه. پس همه اون خصوصیات درد رو که گفتیم باید داشته باشه که نگرانمون کنه. مورد هفتم، خستگی مداومه. خستگی مداوم میتونه علامت بسیاری از بیماری‌های مختلف باشه، اما توی بعضی از موارد میتونه نشونه سرطان هم باشه. خستگی مرتبط با سرطان معمولا دارای این خصوصیاته که با استراحت برطرف نمیشه، بدون دلیل مشخصه و از بین نمیره و با علائم دیگه مثل تب، کاهش وزن یا درد همراهه. دوستان، همیشه باز یادآوری کنم که قصد من از همچین محتوایی نیست که شما بترسید. فقط چون مواردی دیدم که واقعا توی بیمارستان بعد از چند ماه اومدم مراجعه کردم و با علائم هشدارشون آشنا نبودن، خب لازم دونستم این موارد رو آموزش بدم بهتون. حتی شاید به نجاتشون یه نفر کمک کنه. مورد هشتم، خونریزی غیر طبیعیه. میتونه از مکانهای مختلفی توی بدن اتفاق بیفته و علتهای مختلفی داشته باشه، اما توی بعضی از موارد میتونه نشونه سرطان باشه. مثلا خونریزی واژینال اگر به صورت غیر طبیعی باشه، به خصوص خونریزی بعد از یائسگی، خونریزی بین پریودها یا خونریزی شدید بین قاعدگی میتونه نشونه سرطان رحم، تخمدان یا دهانه رحم باشه. بازم تاکید میکنم هر نوع خونریزی نه ها، ما داشتیم بعد از یائسگی هم دچار خونریزی شده، ولی در اثر موارد دیگه ای بوده. خونریزی از مقعد به خصوص اگه با مدفوع مخلوط بشه میتونه نشونه سرطان روده بزرگ یا رکتوم باشه. خونریزی از ادرار، وجود خون توی ادرار میتونه نشونه سرطان مثانه کلیه یا پروستات باشه. خونریزی از لثه که آسون اتفاق بیفته، یعنی با کوچکترین تحریکات میتونه نشونه سرطان خون باشه. کبودی و خونریزی بی دلیل هم برای ما خطرناکه. اگر
به طور ناگهانی و بدون دلیل مشخص دچار کبودی یا دچار خونریزی میشید، میتونه نشونه یه سرطان خون یا مشکلات انعقادی خون باشه که ناشی از سرطان هست. مورد نهم، تغییر در دهان هست. تغییراتی که توی دهان اتفاق میفته میتونه برای ما خطرناک باشه، مثلا زخمای دهانی که التیام پیدا نمی کنند، زخمایی که در دهان، لثه یا زبان ایجاد میشن و در مرور زمان هم بهتر نمیشن، میتونه نشونه سرطان دهان باشه. لکه های سفید یا قرمز توی دهان که در داخل دهان شما ایجاد میشن میتونه نشونه سرطان دهان باشه. یا درد یا حساسیتی که توی دهانتون اتفاق افتاده اگر بدون دلیل مشخصی باشه و از بین نره میتونه نشونه سرطان دهان باشه. مثلا از این که از بین نره یعنی که بهش زمان دارید، داروهای مختلف هم تست کردید ولی درمان نشده. و مشکل در جویدن یا بلعیدن، اگر توی جویدن یا بلعیدن غذا مشکل دارید میتونه نشونه سرطان دهان یا گلو باشه. و تورم غدد لنفاوی توی گردن میتونه نشونه سرطان دهان، گلو یا سایر انواع سرطان ها باشه. و حالا وقتشه بریم سراغ آخرین علامت هشدار دهنده سرطان که به عقیده من مهمترین علامته و از دید خیلی از بیمارانی که من توی بخش‌های مختلف آنکولوژی باشون سر کار داشتم این علامت رو دیدم و متاسفانه اگر زودتر اقدام می‌کردم برای درمانشون وضعیت خیلی بهتری داشتن. کاهش وزن بدون دلیل میتونه نشونه سرطان‌های مختلف باشه، اما توی بعضی از موارد این سرطان‌ها بدخیم‌ترن و برای ما زنگ هشدار بیشتری دارن. کاهش وزن مرتبط با سرطان دارای یه سری خصوصیات خاصی هستن، مثلا بدون تغییر توی رژیم غذایی هم، بدون ورزش کردن اتفاق افتادن، با علائم دیگه همراه هم مثل خستگی، ضعف یا تب و بیمار دچار کاهش وزن ناگهانی و شدید شده. یادتون باشه که کاهش وزن به تنهایی لزوما نشونه سرطان نیست، اما اگر بدون دلیل مشخصی وزن کم میکنید حتما باید به پزشک مراجعه کنید، چون قطعا یه دلیل پزشکی داره که قابل درمانه. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. لطفا لایک رو بزنید چون کمک میکنه افراد بیشتری این ویدیو رو ببینن. همینطور اشتراک گذاری این ویدیو با دوستانتون میتونه به افزایش آگاهی و نجات جان خیلی از انسان‌ها کمک کنه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.